من موضوع صحبت هستم. من معمولا خودم رو به عنوان معمار کارآفرین و مدیر واحد کارآفرین معرفی میکنم. در اصل میخوام که از دو جنبه معماری و کارآفرینی رو با هم دیگه صحبت کنیم. فقط قبل از اینکه وارد بحث بشم، برای من بیشتر جذاب که ما گفتگوی دو طرفه داشته و تاکید کرد که ولی برای مهم که بدونم چند نفر مشارکت خواهد کرد و بسته به اون زمان سخنرانی خودم رو در واقع تنظیم کنم، چقدر من صحبت کنم، چقدر وقت بذارم برای اون مهمتری بکنم. اگه کسی علاقه من هست که با هم پرسید و پاسخی داشته باشه به جنبه بکردیم، الان دستش بالا بگیره تا یه معیاری داشته باشید که چقدر مشارکتی خواهد بود و چقدر لازمه که من یک طرفه صحبت کنم. دو نفر فقط از شما رو گرفتن، یعنی من یک طرفه صحبت بکنم. بسیاری حالا اگر خواهیت هم میدونید دیگه اون بالا سمت چپ یه سلوی برای در بالا گرفتن کار کنستم. خب من راستش میخوام که از دو جنبه همونتون که گفتم معماری و کارآفرینی رو بررسی کنیم. یک جنبه زمانی هستش که ما به عنوان یک معمار میخواییم فعالیت کنیم و گاه خودم رو به عنوان یک کسی که تجربه معماری رو داشته از کسب و کار و بعد جنبه دوم اینه که حالا اگر تصمیم گرفتید که معماری بها کنید و کسب و کار دیگه را انجام بدید برای چیکار کنید. فصل اول داستان رو میخوام با اشاره به زندگی خودم شروع کنم. من معماری رو در واقع به سرکار توی پایتخار آزاد تهران مرکز خوندم و عملا این رشته قائل اون حوزه شدم. از همون مواسط دانشجویی کسب و کار رو شروع کردم و تقریبا 15 سال کار معماری انجام دادم. اما حین اینکه داشتم کار معماری میکردم احساس کردم که یک قسمتی از کار یاد داره و احساس کردم که من به عنوان یک معمار شاید بلدم طراحی کنم، ولی خیلی خوب بلد نیستم رشته درجم یا رابطه من با کارفرما خیلی وقتها حرفهای پیش میگیرم. برای من این تصویر هستم باید اون دیل رو کنم که به واسطه اون دیل کار کردن رو دارم. عملا جناب صبحانی یکم صداتون نویز داره. صدای من نویز داره؟ اما الان خوب شد. خب من میام نزدیکتر که شاید به میکروفون نزدیکتر باشه بهتر باشه. میخواین من وبکمم رو با اجازهتون قطع میکنم که بیشتر هم اسلاید رو ببینیم و من هم بتونم بیشتر بیام نزدیکتر. خب MBA خوندن باعث شد که مسیر زندگی من کم کم عوض شد و بعد از چند سال عملا فضای کار معماری رو کنار گذاشتم و وارد کسب و کار دیگه ای شدم. اما واقعیت اینه که وقتی از معماری کنار کشیدم و دیگه خودم طراحی نمی کردم، این فرصت رو پیدا کردم که به کسب و کار معماری، به روش برخورد معمارها با کار به نوعی از بیرون نگاه کنم و خیلی از اون میشه گفت وسواس هایی که ما معمارها داریم یا اون حساسیت هایی که ما معمارها وقتی که داریم طراحی میکنیم داریم رو کنار گذاشتم و بدون اون حساسیت ها به این کسب و کار نگاه کردم. امروز قرار راجع به این که حالا تو فصل دوم قضیه قرار راجع به این که یک معمار چطور میتونه یک معماری باشه که کسب و کارش رو درست انجام بده صحبت کنیم. قبل از اون دوست دارم دیدگاه خودم رو راجع به تعریف معمار و تعریف کارآفرین بگم. معمار به نظر من کسیه که هدفش از طراحی کردن حل کردن یک مشکل، یک چالشه و بعد دوست داره که با اون طرحی که انجام میده تأثیرگذاری روی محیط داشته باشه و از کار خودش داره لذت میبره.
زاویه دیگه به نظر من کارآفرین کسیه که سعی داره یک مشکل رو حل کنه با یک روش نوآورانه و باز داره از اون کارش لذت میبره. به نظر من اینجا معمارها و کارآفرین‌ها چند تا ویژگی شبیه به هم دارن. یکی این که دوست دارن که یک مشکل رو حل کنن، دوست دارن تاثیرگذار باشن، معمولا خلاقیت و نوآوری دارن و بعد دارن از اون کار لذت میبرن و شاید خیلی ها این فرصت رو ندارن که از کاری که دارن انجام میدن لذت هم ببرن. ولی یه اتفاقی که میفته اینه که ما توی معماری کردن معمولا توی طراحی میریم سراغ پیشکسوت‌های معماری داخلی و خارجی، طرحهای اونا رو ورق میزنیم، ازشون الگو میگیریم، ایده میگیریم، یاد میگیریم و بعد توی طرح خودمون ازش استفاده میکنیم. این اتفاق خیلی درستیه. جایی که ما اشتباه میکنیم اینه که توی کسب و کار کردن هم خیلی وقتا میریم سراغ یه سری از پیشکسوت‌هامون. زمانی که من کار معماری میکردم یا زمانی که دانشجو بودم، خیلی از پیشکسوت‌های معماری ما، به خصوص حالا مشخصا پیشکسوت‌های ایرانیمون، یه سری رفتارهایی داشتن که برای ما اونا الگو بود. طرف اومده توی دفتر فلانی و بهش گفته که اینجای طرح رو عوض کن و بعد اون اصلا اون فرد و اون طرح و همه رو از دفتر پرت کرده بیرون و گفته تو چه میفهمی که مثلا معماری چیه، منم که میفهمم. و این برای ما شده بود الگو، برای ما شده بود که من به عنوان معمار میفهمم و کارفرما نمیفهمه و اون حق نداره نظر بده، نظر اون یه نظر غیر کارشناسیه و اون باید سکوت کنه و هر چیزی که من براش طراحی میکنم رو بپذیرم. اینجا بزرگترین اشتباهی بود که اغلب ما معمارها میکنیم و همینجاست که ما در واقع توی کار معماری، توی کسب و کارمون به مشکل میخوریم و عملا توی پول درآوردن، توی گرفتن کار، توی تعامل کردن با کارفرما تا روز آخری که داریم کار رو جمع میکنیم به مشکل میخوریم. در اصل ما باید یاد بگیریم توی طراحی معماری بریم سراغ پیشکسوت‌های معمارمون و توی کسب و کارمون بریم سراغ کسایی که درست تونستن کسب و کار رو راه بندازن و از اونا یاد بگیریم. از اونا یاد بگیریم چطوری مارکتینگ میکنن، چطوری مذاکره میکنن، چطوری مسائلشون رو با در واقع مشتری و مارکت حل میکنن. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگر من یه طراح خیلی خوب باشم، اگر من یک گرافیست خوب باشم، یک معمار خوب باشم، یک برنامه نویس خیلی خوب باشم، هرچی که کامل کارم رو بلد باشم حتما موفق خواهم شد. ولی واقعیت اینه که اینطور نیست. من هر چقدر توی تخصص خودم که اصطلاحاً بهش میگن هارد اسکیلز، توی هارد اسکیل ها تبحر داشته باشم، در اصل توی کسب و کار 40% اون مهارت لازم رو دارم و حتی اگر 100% باشم توی کسب و کارم بیشتر از 40 نیستم و 60% مهارت هایی که من احتیاج دارم مهارت های کسب و کاریه که هیچ ارتباطی به اون تخصص و فنی که من دارم نداره و ما معمولا از اون غافل میشیم. تمام تمرکزمون رو میذاریم که طراح بهتری باشیم، طراحی بهتری بکنیم، ولی اون مهارت های کسب و کاری که ما اصطلاحا بهش میگیم سافت اسکیلز رو نمیخوایم یاد بگیریم و بعد از خودمون میپرسیم که چرا من شکست میخورم. من فکر میکنم یه سری از مهارت هایی که ما معمارها نداریم، مشخصا ما معمارها نداریم و احتیاج هست که یاد بگیریم، این چند مهارتی هستش که لیست کردم. مهمترینش مهارت مذاکره کردنه. ما بلد نیستیم مذاکره کنیم، بلد نیستیم مذاکره فروش انجام بدیم و خیلی وقتا به اینکه اینو بلد نیستیم افتخار میکنیم، در صورتی که اوکی تو میتونی معمار خوبی باشی ولی اگه قراره کسب و کارت رو انجام بدی، یک معماری باشی که داره کارآفرینی هم میکنه، داره کسب و کار خودش رو جلو میبره، باید مذاکره کردن رو بلد باشی. ما کار تیمی رو بلد نیستیم، معمولا طراحا شاید خیلی بدتر هستیم. کار تیمی کردن توی راه انداختن کسب و کار، توی موفق کردن کسب و کار خیلی مهمه. تعامل و تحمل نداریم، نظر مخالفمون رو نمیتونیم تحمل کنیم. کافیه یه کسی چه دانش کسب و کار ما رو داشته باشه، یک معمار دیگه باشه یا یک فردی که کارفرمای ماست و دانش ما رو نداره از طرح ما انتقاد کنه، اونجاست که دیگه چشامون رو خون میگیره و شمشیرامون رو میکشیم و تا طرف مقابل رو به چند تکه مساوی تقسیم نکنیم رهاش نمیکنیم. مدیریت زمان بلد نیستیم. اغلب ماها عادت داریم به شارت، اغلب ماها عادت داریم به اینکه شب تحویل پروژه تا صبح بیدار بمونیم، ولی واقعیت اینه که قسمت عمده ای از این
مشکل ما به خاطر این نیستش که از شب بیداری لذت میبریم یا خیلی کار فانی رو داریم انجام میدیم. قسمت عمدهش به این دلیله که ما مهارت مدیریت زمان رو بلد نیستیم و خب از همه بدتر بازاریابی رو بلد نیستیم. من خیلی کوچیک توی پرانتز اگه بخوام اشاره کنم، من خودم برای کسب و کار خودم زمانی که معماری میکردم یک پیج تخصصی رو انداختم و توش شروع کردم عکس هایی از پروژه هام رو گذاشتم و انتظار داشتم که مشتری من پیداش بشه، از این عکس ها خوشش بیاد و بیاد به من سفارش کار بده. در صورتی که بعدن که معماری رو رها کردم، آمدم توی فضای کسب و کار استارتاپی، یاد گرفتم تولید محتوا یه سری اصول داره، یه سری روش هایی رو داره و آدم ها برای دیدن صرفا عکس کارهای من نمیان توی پیج من. گاهی اوقات میخوان خود من رو ببینن، میخوان زوایای مختلف زندگی من، دیدگاه‌های من و خیلی چیزهای دیگر رو ببینن و دوست دارن با من تعامل داشته باشن. وقتی من یه پیج را میندازم که صرفا یه سری عکس میذارم و هیچ تعاملی توش وجود نداره، باعث میشه که آدما نتونن با من ارتباط ذهنی برقرار کنن و این پیج عملا نمیتونه به نوعی برای من کار دیجیتال مارکتینگ رو انجام بده. تو خیلی حوزه‌های دیگه ما معمارها معمولا بازاریابی رو بلد نیستیم. در آخر دوست دارم اشاره کنم به یک جمله‌ای که من یک بار زمانی که معماری می‌کردم خیلی سال پیش توی سایت فاستر دیدم و این روی ذهن من تأثیر خیلی زیادی رو گذاشت. این بود که توی سایت نورمن فاستر نوشته بود ما کارفرما رو به عنوان یکی از اعضای تیم طراحیمون حساب می‌کنیم و توی توضیحات این تایتل در واقع آورده بود که ما از زمانی که کارفرما سراغمون میاد اون رو درگیر کار طراحی میکنیم، باهاش شروع میکنیم مذاکره کردن راجع به طرحش، ایدههاش، چیزی که تو ذهنشه، چیزی که میخواد، باهاش حرف میزنیم، ایدههاش رو توی طرحمون دخالت میدیم و در نهایت سعی میکنیم که طرحی رو بدیم که اون دوست داره. این کاملا تناقض داشت با همون چیزی که اول صحبتام گفتم، با اون چیزی که ما توی دانشگاه شنیده بودیم، بعدن توی کسب و کار همیشه راجع بهش صحبت میکردیم، اون تعصبی که ما داریم که کارفرما که سواد نداره که راجع به کار من نظر بده و برام واقعا یه تناقض عجیب غریب بود. ولی خب نشستم اینو پیش خودم تحلیل کردم و به این نتیجه رسیدم که در واقع فاستر داره یک سیاست خیلی درستی رو به کار میبره، اینکه کارفرماشو میاره دخیل کار میکنه، هم داره به نوعی آموزشش میده، پس حرفایی که ازش دریافت میکنه حرفای پخته تریه تا زمانی که یه کارفرما در واقع آموزش ندیده، دو داره بهش این فرصت رو میده که نظر بده، شاید 5-10% نظر اون رو داره تو طرحش اعمال میکنه، ولی واقعیت اینه که اینو تو ذهنش میکاره که نظر تو اعمال شد و آدم ها وقتی نظرشون هر چقدر کوچیک توی یک جایی اعمال بشه یه حس وابسته بودن بهش پیدا میکنن و به راحتی حاضر نیستن انتقاد از اون طرح رو بپذیرن. در صورتی که وقتی ما کارفرما رو میذاریم اون ور میز و بهش میگیم تو حق نداری حرف بزنی، در واقع بهش میگیم که این چیزی که من طراحی کردم هیچ اثر و نشانه ای از نظر تو توش نیست و اون نه تنها انتقاد دیگران روش تاثیر خیلی خوبی میذاره و از کار شما ناراضی خواهد بود، خودش هم شروع میکنه خود انتقادی کردن و همیشه از اون طرح ناراضیه. و این سیاستی که فاستر به کار برده بود روی ذهن من خیلی تاثیرگذار شد. یکی از جاهایی بود که فهمیدم، یا یکی از نشانه‌های اولیه‌ای بود که فهمیدم من شاید معماری کردن رو بلدم ولی کسب و کارش رو بلد نیستم. مسئله دیگه‌ای که همیشه برای ما مطرحه اینه که آیا رسالت من معماری کردنه؟ من خودم اینطور فکر می‌کردم که خب من معماری خوندم، طراحم و رسالتم اینه که تا آخر عمرم معماری کنم و خیلی وقتا حین این که داشتم کسب و کار معماری رو انجام میدادم فرصت‌هایی برام پیش اومد که کارهای دیگه‌ای بکنم. حتی خیزم ورداشته بودم، اون زمان چند تا استارتاپ هم راه انداخته بودم و حالا به دلایل فیل شده بود، ولی باز به خودم میگفتم تو رسالتت معماری کردن، تو حق نداری معماری رو رها کنی و به کار دیگه‌ای بپردازی. در صورتی که واقعیت اینه که الان فهمیدم این مسئله واقعا خیلی هم مهم نیست. من یه موقعی معماری خوندم کسب کردم، حالا جلوتر راجع به این صحبت میکنیم که این مهارته میتونه تو کارهای دیگه به دردم بخوره ولی میتونم معماری نکنم. من تایتل اول رو با این صحبت شروع کرده بودم یا این تایتل رو براش گذاشته بودم که یک فرد معتاد به معماری. واقعا من یک زمانی معتاد به معماری بودم، کسی که الان 5 سال
طراحی نکرده یا حداقل برای دیگران طراحی نکرده، یه موقعی فکر میکرد اگه دو هفته کار طراحی انجام نده واقعا میمیره، واقعا میمیره. یعنی از نظر روحی این آمادگی رو هیچ وقت نداشتم که برای دو هفته تمام پروژه طراحی نداشته باشم، و الان به این رسیدم که نه، میشه واقعا از اون مهارت اون جاهای دیگه و جور دیگه استفاده کنیم. خیلی از ماها، من خیلی وقتا با دوستا و همکاران خودمون صحبت کردم و بهشون گفتم که خیلی خب چرا معماری رها نمی‌کنی، چرا یه کار دیگه انجام نمیدی، خیلی ها به این میرسن که خب من که مهارت دیگه ای ندارم، حرفه دیگه ای بلد نیستم و از این میترسم که معماری رو رها کنم و بخوام کار دیگه ای رو انجام بدم. واقعیتش این ترس رو توی خیلی های دیگه هم میشه دید. طرف برنامه نویسی میکنه ولی از کارش لذت نمیبره و از این میترسه که من کار دیگه ای بلد نیستم. به نظرم هر چقدر که جوان‌تر باشیم فرصت خیلی بیشتری برای یاد گرفتن مهارت‌های زیادی رو داریم. ما ها هیچ کدوم محکوم این نیستیم که انتخابی رو که تو سن جوانی تو 17-18 سالگی کردیم رو تا 60-70 سالگیمون بهش پایبند باشیم. ما تو هر سنی این فرصت رو داریم که اون مهارتی رو که لازم داریم یا بهش علاقه‌مند هستیم رو بریم یاد بگیریم و توی اون مهارت شروع کنیم کسب و کار کردن. و واقعا یاد گرفتن یک مهارت کار سختی نیست، واقعا پیدا کردن نتورک و کامیونیتی یک کسب و کار جدید واقعا کار سختی نیست، باید ازش نترسیم. درسته هرچی سنمون بالاتر میره تغییر جهت دادن سخت‌تر میشه، ولی ترسیدن از این ماجرا ما رو تبدیل میکنه به آدم‌هایی که خشک و منجمد شدیم توی یک کسب و کاری که شاید دیگه ازش لذت نمیبریم. شاید مهمترین چیزی که باعث میشه ما جرأت نداشته باشیم معماری رو کنار بذاریم لذت طراحی کردنه. لذتیه که وقتی یک کاری رو طراحی میکنیم یا یک اثری از خودمون به جا میذاریم تمام وجودمون ازش سرشار میشه. اینو همه ماها لمسش کردیم و خب همین این شاید اون اثر معتادگونه رو داره که باعث میشه ما حاضر نباشیم طراحی کردن رو رها کنیم. ولی واقعیت اینه که حداقل من تو این 5 سال کسب و کار متفاوتی که تجربه کردم دیدم که اون لذت رو جورای دیگه این میشه جاهای دیگه هم تجربهش کرد و خب شاید میشه به مواد سنتی صنعتی دیگه هم معتاد شد به غیر از معماری. حالا اگر تصمیم گرفتیم که یک کسب و کار نوآورانه رو راه بندازیم که دیگه اسمش معماری نیست، اسمش طراحی کردن نیست، اولین چیزی که لازمه بدونیم اینه که ما یه سری فرصت‌هایی داریم، یه سری نقاط ضعفی داریم، یه سری توانمندی‌ها و نقاط ضعفی داریم که میتونه ما رو موفق کنه یا شکستمون بده. یکی از اون توانایی‌هایی که من خیلی بهش اصرار دارم که ما معمارها داریم توانایی حل مسئله است. من خیلی دوست ندارم که از خودمون زیادی تعریف کنم، مثل این که مثلا میگن ما ایرانی ها خیلی باهوشیم، بعد وقتی میری آمارا رو نگاه میکنی میبینی اتفاقا ایرانی ها از نظر بهره هوشی جزو رده‌های خیلی پایینه توی دنیا هستن متاسفانه، ولی این توهم ما خیلی باهوشیم همیشه باعث شده که کار دستمون بده. من نمیخوام راجع به توهم این که ما معمارها خیلی خوب هستیم، خیلی متفاوتیم صحبت کنم، ولی چیزی که فکر میکنم لمسش کردم و وجود داره توانایی حل مسئله ما هستش. اینکه ما وقتی که یک ساختمونی رو طراحی میکنیم پلان اون رو یاد گرفتیم که تو چند بُعد توی چند طبقه نگاه کنیم، ستون گذاریش رو حل کنیم، همزمان به نورگیری پنجره ها فکر کنیم، همزمان قوانین شهرداری رو اعمال کنیم، فانکشن اون ساختمون درست اعمال بشه و هزار تا داستان دیگه علاوه بر زیبایی شناسی که دوست داریم اتفاق بیفته یا نوآوری که توی طرحمون، همه اینا رو داریم هم میکنیم. و این توانایی رو من بعدم فهمیدم که خیلی ها ندارن. خیلی ها بلدن تک بودی مسئله رو نگاه کنن و عملا توی کسب و کارهای دیگه، توی یک استارتاپی که شما راه میندازین، توی یک کسب و کاری که راه میندازین، این توانایی حل مسئله، اون تجربه که ما موقع حل کردن پلان کسب کردیم کمک میکنه که خیلی راحت‌تر بتونیم مشکلاتی که جلوی پامون قرار میگیره رو حل کنیم و باهاش کنار بیاییم.
همونطور که گفتم دید سه بعدی داریم، دید چند بعدی داریم. ما میتونیم از سه بعد فضامون رو نگاه کنیم، بعد توش حرکت کنیم، از زوایای مختلف بهش فکر کنیم و این اون دانشی هستش که توی هر جای دیگه هم میتونه بهمون کمک کنه. و من نمیخوام بگم این باعث برتری ماست، ما خیلی خفنیم، میخوام بگم این قدرتیه که ما باید قدرش رو بدونیم. در مقابلش اهل کار یک نواخت کردن نیستیم. این یه تهدید خیلی بزرگه که در این حال میتونه فرصت هم باشه. خیلی از ماها نمیتونیم، چون عادت کردیم مدام یه طرح جدید رو استارت بزنیم، یه چالش جدید، یه مشکل جدید، نمیتونیم بپذیریم که گاهی اوقات کارمون یک نواخت بشه. شاید راه انداختن یک استارتاپ اینطوریه که اولش اصلا یک نواخت نیست، یه چالش جدیده که پر از مشکله، باید تمام وقتمون روی حل کردن این مشکل باشه. ولی بعد از 2-3 سال که به آرامش رسیدیم، دیگه باید این مهارت رو داشته باشیم که بتونیم حالا توی یک فضای آرومتر یک راه یک نواخت رو بگیریم. و اونجاست که اون روحیه ما که دوست نداریم یک نواختی رو بپذیریم شروع میکنه تعارض پیدا کردن. و من خیلی وقتا دیدم که کارافین ها کار دست خودشون دادن، یعنی کارافین هایی که عادت نداشتن به کاری یک نواخت شروع کردن کارهای جدید کردن، استارتاپ های دیگه را انداختن و انقدر حوزه فعالیت های خودشون رو متنوع کردن که باعث شده فیل کنن. این اونجاییه که باید به عنوان یک تهدید بهش نگاه کنیم و مواظبش باشیم. در این حال میتونه خود این هم فرصت باشه، چون خیلی وقتا ما وقتی محصولمون به نتیجه رسید و بازار خودش رو پیدا کرد، اون روحیه عدم یک نواختیمون میتونه کمکمون کنه که یا محصولمون رو توسعه بدیم یا بازارش رو توسعه بدیم یا بریم سراغ محصولات متفاوت. و اگر درست مهارش کنیم این در واقع روحیه رو، میتونیم ازش استفاده های خوب دیگه ای هم بکنیم. خب وارد قسمت آخر بحثمون میشیم، اینکه حالا تصمیم بگیریم یک کارآفرین باشیم، ولی کارآفرینی که قبلا معماری خونده، تجربه معماری داره و از دیدگاه معماری میخواد وارد قضیه بشه. مسئله اول اینه که نقطه شروع کارآفرینی کجاست. من خیلی وقتا استارتاپ ها رو دیدم که میان میگن که ما میخواییم یه کسب و کار راه بندازیم. وقتی باش صحبت میکنی ایده خیلی از دلش بیرون نیمه، اینه که میخواسته استارتاپ راه بندازه، حالا دنبال این بوده که اون استارتاپ چی میتونه باشه. اینم میتونه یک راه باشه، ولی واقعیتش اینه که راه کارآفرینی معمولا از اینجا شروع نمیشه. کارآفرین ها افرادی هستن که روحیه حل مسئله دارن، همونطور که اول بحث بهش اشاره کردیم. این افراد معمولا از دیدگاه من کسایی هستن که وقتی به یه مشکلی میخورن، برخلاف قالب آدم های دیگه، به جای اینکه شروع کنن غر زدن چرا اینجا شلوغه، چرا ترافیکه، چرا آدم ها اینطوری میکنن، چرا این کوچه این مثلا مسیرش ناهمواره، چرا نمیتونم راه هم درست پیدا کنم، به جای اینکه شروع کنه غر زدن، اینو به عنوان یک مشکل بهش نگاه میکنه. بعد میگه حالا راه حل من برای این شلوغیه چی میتونه باشه، راه حل من برای این ترافیک، برای اینکه بارم رو مثلا تو این ترافیک بتونم خیلی سریعتر به مقصد برسونم چی میتونه باشه. بعد یه دفعه یه ایده به ذهنش میرسه، خیلی وقتا اون ایده رو میبره تبدیل به کسب و کار میکنه، مثلا میشه یک اپلیکیشنی که میتونه بارو بیاد با موتور از تو تحویل بگیره ببره یک جای دیگه ای تحویل بده، میتونه یک محصولی بشه که مشکلی رو که خیلی دیدنش و واسهش قر زدن رو حل کنه و اتفاقا حتی ازش پول هم در بیاره. معمولا کارآفرین ها آدم هایی هستن که مشکلات رو میبینن و ازش پول در میارن. آدم های غیر کارآفرین آدم هایی هستن که مشکلات رو میبینن، هرس میخورن، فوش میدن، بعد و بیراه میگن، دیگران رو بابتش مقصر میدونن. خب حالا فرض کنیم که ما یه مشکلی رو دیدیم، یه راه حلی به ذهنمون رسید، یه ایده شکل گرفت که میتونه ازش میتونیم پول در بیاریم. دو تا روش در برخورد با این دیدگاه وجود داره. روش اول اینه که ما آینده نگری میکنیم، اون ایده‌ای که به ذهنمون رسید رو میریم نگاه میکنیم ببینیم بقیه با ایده‌هایی که به ذهنشون رسیده چیکار کردن،
چه مشکلاتی براشون پیش اومده، چه دردسرایی رو کشیدن، الان چه اتفاقایی براشون افتاده، از این اتفاقهایی که برای دیگران افتاده درس میگیریم، یه نفس عمیق میکشیم، اون ایده رو دور میندازیم و تا آخر عمرمون میتونیم ازش لذت ببریم. ولی خب خیلی ها این کارو نمیکنن و میرن سراغ روش دوم، اینکه اعتبار سنجی میکنن ایدهشون رو، طرح کسب و کار براش مینویسن، یک تیم توانمند دور خودشون شکل میدن، تامین بودجه میکنن و Welcome to the club. اونها تبدیل میشن به یک کارآفرین، از فرداش با هزار تا چالش مواجهن، هر روز دردسرهای جدید، مشکلات جدید، سختی‌ها، سنگ‌هایی که جلو پاشون انداخته میشه و هزار تا داستان که خیلی وقتا برای ما نمیگن و همیشه از موفقیت‌های کارآفرین میگن. خب این داستان‌ها وجود داره، نمیگم معنیش اینه که قراره هیچ کسب و کاری راه نندازیم، معنیش اینه که باید بدونیم مسیر سختیه و اون فرد کارآفرینی که از روش اول استفاده نکرد و ایدهشو دور ننداخت و عافیت طلبی رو در واقع انتخاب نکرد، واقعیت اینه که از همین چالشه داره لذت میبره، از همین حل کردن مشکله، گاهی اوقات میخوره تو دیوار، زجر میکشه، ولی واقعیت اینه که دیدین دوباره بلند شده رفته یه کار دیگر رو انجام داده. اون آدم هر کاریش بکنی داره از در واقع کارآفرین بودن خودش لذت میبره. من چند تا نکته رو حالا راجع به اسلاید قبلی بگم، این که فرض رو بر این میذارم که من لیست دوستان که شرکت کرده بودن رو نگاه میکردم، خب غالبا یا در حال تحصیل معماری بودن یا معماری خوندن و دارن فعالیت معمارانه میکنن و خیلی خوشحالم هستم که از شهرهای مختلف بودن کسایی که ثبت نام کرده بودن. در واقع تو این صحبت قصدم همونطور که گفتم این بود که بگم اگر میخوایم کارآفرین باش، اگر میخوایم معمار باشیم، کجا معمولا تو کسب و کارمون داریم اشتباه میکنیم و لازمه که تغییر ایجاد کنیم، و اگر میخوایم معماری رو رها کنیم و کارآفرین باشیم، کجا قدرت داریم و کجا لازمه که چه چیزهایی رو یاد بگیریم. توی این راه رفتن تو مسیر کارآفرینی هم یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که اگر فردا تصمیم گرفتید که ایده رو به کسب و کار تبدیل کنید، اون اعتبار سنجی ایده یکی از مهمترین قسمت‌های کسب و کار شماست. خیلی وقتا یه ایده به ذهن ما میرسه و ما فکر میکنیم که واو چه ایده عجیب غریبی، چقدر خوبه، روی کاغذ حساب میکنیم که سال دیگه این موقع چندی میلیارد باهاش پول درآوردم، میریم وقت میذاریم، انرژی میذاریم، نرم افزاری مینویسیم، محصولی تولید میکنیم، بازاری رو خلق میکنیم، ولی مشتری توی اون بازار وجود نداره، محصولمون رو کسی نمیخره، یا هزار تا مشکل دیگه پیدا میکنیم که باعث میشه شکست بخوریم. این یکی از مهمترین مسائلی که باعث شکست ما شده اینه که روز اول ایده رو از زاویه خودمون بهش اعتبار دادیم و فکر کردیم حتما موفق میشه. حواسمون باشه ایده رو باید بریم از زاویه نگاه مشتری بهش نگاه کنیم. تو این حوزه یک کتابی هست به اسم تست مامان که در واقع به شما یاد میده چطوری اعتبار سنجی کنید، چطوری مصاحبه با مشتری کنید، که این کتاب شاید بتونه کمکمون کنه قبل از اینکه بریم وارد اجرا بشیم ایدمون رو خیلی خوب اعتبار سنجی کنیم. مسئله بعدی که خیلی خیلی مهمه داشتن یک تیم توانمنده. خیلی وقتا ما تیممون رو میریم از بین رفیقامون، دوستامون پیدا میکنیم و اینا معمولا کسایی هستن که همون مهارتهایی رو دارن که ما داریم. مثلا اگه یک ایده تو حوزه پلیمر به ذهن من رسیده، میرم با سه نفر متخصص پلیمر دیگه، حالا فرض کنیم خودم متخصص شیمی و پلیمر هستم، سه نفری چهار نفری مثلا دوره هم جمع میشیم و یک تیم تشکیل میدیم، بعدم فکر میکنیم که تیم توانمندی هستیم، در صورتی که واقعیت اینه که ما هممون یه تخصص رو داریم و فقط تو یک جا میتونیم به هم کمک کنیم، اونم تو اون تخصص فنی است. ولی اگر میخوایم یک کسب و کار موفق داشته باشیم، ما باید یه نفر داشته باشیم که مدیریت کردن بلده، یه نفر داشته باشیم که مارکتینگ بلده، یکی بلد کنار خودمون داشته باشیم که حالا مثلا مسائل فروش رو بلده، و اون وقته که یه تیم توانمند داریم. برای اگر ایده‌ای به ذهنمون رسید،
نباید بریم سراغ دوستان معمارمون، باید بریم سراغ دوستی که بلد مارکتینگ کنه، دوستی که بلد فروش خوب انجام بده، مذاکره خوب انجام بده و اونطور یک تیم توانمند رو شکل بدیم. نکته بعدی که خیلی مهمه بدونیم، مراحل در واقع تأمین مالی ایده‌ای که به ذهنمون رسیده. از روزی که ایده به ذهنمون میرسه، اولا کسی نمیاد به ایده ما پول بده. خیلی ها فکر میکنم اوه چه ایده به ذهن من رسید و این خیلی چیز عجیب غریبیه، من همین الان برم پیش سرمایه‌گذار، حتما دست میکنه جیبش و میلیاردها پول رو میذاره روی میز، چون به ذهن هیچ کس دیگه ای هم نمیرسید. واقعیت اینه که اینطور نیست. وقتی شما ایدتون رو مطرح میکنین، میبینین که اولا کلی آدم دیگه این کارو کردن، حتی خیلیاشون فیل کردن و شما حتی راجبش نمیدونستید. دوم این که حتی بهترین ایده و بکرترین ایده، نه ایده هایی که تکراریه و قبلا تجربه شده، بکرترین ایده به نظر سرمایه گذار حتی یک دلار هم نمیارزه و حاضر نیست بابتش پول بده. سرمایه گذار زمانی پول میده که شما محصولتون تا یه حدی بردین جلو، نشون دادین مارکت داره، نشون دادین تیم خودتون قوی هم و هزار تا داستان دیگه. پس روز اول لازمه که شما با سرمایه شخصی خودتون برین جلو. پس حتما یادتون باشه که اول سرمایه خودتونه، بعد پولتون که تموم شد باید برین سراغ پدر، مادر، دایی، عمو، خاله، دوست و آشنا، کسایی که به هر حال ممکنه رو علاقه‌ای که به شما دارن، نه روی الزاماً سودآوری ایده شما، بهتون سرمایه بدن. و بعده که کم کم حالا نقش شتاب دهنده ها، فرشته های سرمایه گذار که ما بهش انجل اینوستور ها، وی سی ها و داستان های دیگه پیش میاد. تا زمانی که شما به این مرحله برسین که سرمایه گذارها روتون سرمایه گذاری کنن، معمولاً فرصت های زیادی ممکن اتفاق بیفته که پول شما تموم بشه و معمولاً این تموم شدن پوله که باعث میشه استارتاپ ها فیل کنن. برای همین تو این نموداری که بهتون نشون میدم، یه دره مرگ وجود داره. 70-80% استارتاپ ها، استارتاپ هایی که گاهن ایده های خیلی خوبی هم داشتن، توی اون دره مرگ از بین رفتن و عده خیلی کمی از استارتاپ ها بودن که تونستن این دره رو رد کنن و بعد حالا دیگه رسیدن به سرمایه های بزرگتر و عرضه در بورس و داستان های دیگه و تونستن خودشون رو پایدار کنن. احتمال مرگ استارتاپ توی این مرحله معمولا خیلی بالاست که باید براش پیش بینی داشته باشید. مسئله بعدی اینه که شما یه استارتاپ رو راه انداختید، حالا سوال اولتون اینه که من این رو کجا ببرم اجرایش کنم. اول از همه خب فضاهای کار اشتراکی هستن. تیوان که در واقع مجموعه ماست، یک فضای کار اشتراکیه، ولی مجموعه های دیگه هم هستن. حالا الزاما من نمیخوام تیوان رو پروموت کنم، زاویه توی تهران مثلا، حالا چند مدل رو دارم میگم، زاویه، پارادایس هاب، جهش و خیلی مجموعه دیگه هستن که فضای کار اشتراکی دارن و شما میتونین برین ازشون در واقع یک میز، یک صندلی اجاره کنین و خودتون و تیمتون اونجا مستقر بشن. فایده استقرار توی فضای نوآورانه اینه که شما در کنار ده ها استارتاپ دیگه قرار میگیرین، صد ها نفری که توی تیوان یا توی هایوی یا توی مثلا زاویه یا جاهای دیگه رفت آمد میکنن رو شما از نزدیک میبینین. اونا کسایی هستن که شبیه به شما هستن، روحیاتشون، کارشون و خیلی مسائل دیگه. خیلی جاها میتونین با هم سینرژی داشته باشین، هم افزایی کنین، خیلی جاها میتونین از هم دیگه یاد بگیرین و به هم یاد بدین. و من دیدم که چطور بچه‌ها توی یک فضای کار که قرار میگیرن، توی یک فضای کار اشتراکی، سرعت رشدشون چند برابر میشه. در صورتی که اگر توی یک محیط ایزوله، توی یک دفتر کار خودشون باشن، اون سرعت رشد واقعا اتفاق نمیفته. کم کم احتیاج به سرمایه پیدا میکنین که خب میتونین برین سراغ استارتاپ استودیوها یا شتاب دهنده ها. اینا مجموعه هستن که به صورت خصوصی معمولا اداره میشن. اگر ایده شما رو ببینن که تبدیل به محصول شده، تیمتون تیم قویه و تونستین یه مقدار فروش هم انجام بدید، باهاتون شروع میکنن مذاکره کردن، حاضرن بهتون یه مقدار کمی سرمایه بدن، یه مقداری آموزش بدن و کمکتون کنن که رشد کنین. در مقابل شتاب دهنده ها و استارتاپ استدیو ها که معمولا بخش خصوصی هستن، مراکز رشد و بعد پارک های علم و فناوری هستن که اصولا مراکز دولتی هستن و معمولا توی دانشگاه ها مستقر هستن و همینطور کارخونه های نوآوری که حالا یک مبحث جدیدی هستش توی ایران داره راه میفته، که خب این کارخونه ها به نوعی فضایی هستن که استارتاپ ها میتونن توش برن.
هایوی که باز ما ادارش میکنیم یک کارخانه نوآوری هست، کارخانه نوآوری آزادی، باز مجموعه دیگه ایه که تو تهران هست، مشهد، شیراز و من این دو تا شهر رو میدونم که کارخانه نوآوری دارن و چند تا شهر هستن که دارن راه میندازن. به عنوان آخرین صحبتام باید بهتون بگم که از زمانی که یک کسب و کار راه میندازید هزاران هزار مشکل و مانع پیش روی شما قرار میگیره، از مشکلاتی که قانونگذارها معمولا دارن، یعنی قوانین ما که قوانین قدیمی هستش و برای کسب و کارهای نوآورانه خیلی آماده نیست و معمولا رگولاتورها میان مانع ایجاد میکنن جلوی کار شما، مالیات، بیمه و داستانهای دولتی دیگه‌ای که ازش زیاد شنیدین، تا مشکلاتی که مثل منابع انسانی، کسایی که قرار باهاشون کار کنین و هر کدومشون یه داستان داره، موانع صادراتی، حالا جدیداً کرونا، حتی دوستان آشنایی که هر روز به شما خواهند گفت که این چه کاری بود کردی، میرفتی مثلا همون کاری که داشتی میکردی رو انجام میدادی، میرفتی کارمند میشدی، میرفتی یک کسب و کار راحت رو انتخاب میکردی. ولی واقعیت اینه که اگه میخوایم موفق بشیم باید آماده باشیم برای این مشکلات و بدونیم که مسیر بسیار سختیه. در مقابل ساکسس استوری ها و داستان های موفقیتی که برای ما تعریف میکنن، از استیو جابز ها و نمیدونم ایلان ماسک ها و اینها، هزاران فیلر استوری و هزاران داستان شکست وجود داره که هیچ کسی برای ما نگفته. هزاران نفر رفتن یک کسب و کار راه بندازن و زمین خوردن و یک نفرشون موفق شده. و اگر ما آماده نباشیم برای این مسیر خیلی سخت، واقعیت اینه که فکر میکنیم موفقیت توی همین چند قدمی مونه و وقتی بهش نمیرسیم خیلی زود هم دلسرد میشیم، خیلی زود هم کار رو رها میکنیم و آماده مبارزه نمیشیم. یادمون باشه که تنها راه موفقیت توی راه انداختن یک کسب و کار صبره. صبر هم به معنی این نیستش که ما بشینیم و منتظر موفقیت بشیم. صبر به معنی اینه که شکیبا باشیم، در مقابل مشکل صبور باشیم و مدام و مدام و مدام تلاش کنیم تا انشاءالله موفق بشیم. من ازتون خیلی ممنونم که گوش کردید. امیدوارم که بحث ها به دردتون خورده باشه. سعی کردم چیزهایی که توی این مدت، توی این حالا 15 سال کار معماری کردم و 5 سالی که کار غیر معماری کردم تجربه کردم رو خیلی کوتاه و خلاصه در اختیارتون قرار بدم. من در خدمتتون هستم اگر پرسشی داشته باشید و یا بخواید که گپ بزنیم راجع به هر چیزی که به معماری و کسب و کار مربوط میشه. ممنونم جناب سوپان، خیلی مفیدی در اختیار ما و بچه‌ها قرار دادیم. جناب سوپان، یه سوالی که تو ذهن خود من شکل میگیره، مثلا من خودم یه ایده بدم که من خودم معمار طراح شدم، چجوری اون کارفرما رو، چجوری اون سرمایه گذار رو مجاب کنم، متقاعد کنم که بیاد روی من سرمایه گذاری کنه؟ این چجوری شکل میگیره؟ چی توضیح میده؟ ببینید، واقعیت اینه که من اول مطمئن بشم سوالتون رو درست متوجه شدم. شما دارین به این از این زاویه نگاه میکنین که یک کسب و کار رو راه انداختین، نه به عنوان یک معمار و طراح، درسته؟ یعنی از زاویه این که یک استارتاپ رو راه انداختین. واقعیت اینه که کار راحتی نیست و من میگم حتی اگه شما بهترین ایده رو داشته باشید، بهترین محصول رو داشته باشید و حتی اگه محصولتون فروخته باشه، بازاری کسب کرده باشه، تعداد یوزر رو جذب کرده باشه، باز هم همه اینها دلیل بر این نمیشه که شما تو مذاکره کردن با سرمایه گذار خیلی راحت پیش برید. اول اینکه خب سرمایه گذارا دیدگاه مختلفی دارن، الزاماً همه ممکنه که یک واکنش رو به محصول شما نشون ندن، به استارتاپ شما نشون ندن. دوم اینکه خیلی وقتا ممکنه حتی از ایده شما خوششون بیاد ولی مذاکره کردن با اونها خیلی طولانی بشه و این خودش داستان داره. محمد رضا فرحی کسی هستش که تو حوزه سرمایه گذاری خیلی دورهای آموزشی برگزار میکنه ولی خودش تو یکی از سخنرانی‌هاش میگفتش که زمانی که تصمیم گرفت یک استارتاپی رو راه انداخت و
میخواست که براش جذب سرمایه کنه. محمد رضا فرعی خودش کسیه که به عنوان مثلا مدیر مالی توی مجموعه رهنما که مجموعه سرمایه گذاری هست فعالیت کرده، یعنی تجربه داره تو این حوزه. میگم من فکر میکردم که سرمایه گذاری رو بتونم خیلی راحت جذب کنم، ولی با وجود اینکه ایدم پخته بود و سرمایه گذاری زیادی رو میشناختم و اونها به من اطمینان داشتن، از روزی که استارت زدم به جذب سرمایه کردم، مذاکره کردم، تا روزی که پول اومد توی حساب من 6 ماه دقیقا طول کشید. و این رو توی اون سخنرانی دقیقا به این دلیل میگفت که به استارتاپ ها بگه که حواستون باشه جذب سرمایه کردن اصلا کار سریع و راحتی نیست و شما باید بدونید که مینیمم 6 ماه وقت میخواید تا پول به دستتون برسه. برای این از زمانی که فکر میکنید پولتون داره تموم میشه 6 ماه زودتر باید شروع کرده باشید به جذب سرمایه، چون خیلی از استارتاپ ها دقیقا یا همین موقع ها فیل میکنن یا چون پولشون تموم شده مجبور میشن که پول های خیلی زیادی رو به سرمایه گذار بدن چون میخوان پول زودتر بیاد تو سیستمشون. برای همین باید حواسمون باشه، برای مثلا اگر امروز برای 6 ماه دیگه پول داریم، بعد همین امروز شروع کنیم مذاکره کردن با سرمایه گذار تا ان شاء الله 6 ماه دیگه پول به حسابمون بیاد. بعدش سواله، اگه بچه ها سوال دارن میخوان من بالا بیارم شون صداشون رو بس کنم. نوشتن سلام و عرض ادب کردم، مثلا مهمترین بحران هایی که باهاش مواجه شدین چه بوده، این تجربیاتتون رو در اختیارشون بذارین و چطور تونستین این مشکلات ناشی بحران ها رو غلبه کنین. ممنون میشم که دو مورد در مورد صحبت بفرمایید، مثل بحران کرونا و بحران کاهش ارتباطات تجاری کشور. جناب حسین زاده اگه دوست دارین میخواین صداتون رو بس کنم، خودتون بفرمایید. هستین الان با ما؟ دستشون بالا. شما جواب آقای حسین زاده میتونید بدید. بله، خیلی ممنون آقای حسین زاده. واقعیت اینه که خب کرونا که واقعا فاجعه بزرگی بود و ما یکی دو بار تا مرز ورشکست شدن رفتیم توی تیوان و عملا داشتیم میرفتیم توی مراحلی که پولمون داشت تموم میشه و احساس میکردیم داریم فقط بدهی بالا میاریم و مجبوریم که جمع کنیم، ولی خدا رو شکر با کمک خدا واقعا تونستیم نجات پیدا کنیم. داستان این بود که خب زمانی که چین اعلام کردن که کرونا آمده و همه جا تعطیل و اینها، نه ما نه هیچ کس دیگه تقریبا توی ایران و بعدا من فهمیدم هیچ کس هیچ جای دیگه دنیا به این فکر نمی کردن که این اتفاق ممکنه که چند روز دیگه توی کشور خودشون اتفاق بیفته و هیچ کدوم ما هیچ آمادگی نداشتیم. اسفند ما وقتی که کرونا توی ایران اعلام شد، خود ما خیلی راحت به بچه ها گفتیم بچه ها برید و فکر میکردیم که مثلا تا بعد از عید قضیه جمع میشه و هممون برمیگردیم به کسب و کارمون، ولی واقعیت اینه که ما عید پارسال 99 خود من شروع کردم به مطالعه کردن راجع به مثلا مواردی که قبلا بوده، آنفولانزا اسپانیایی، نمیدونم مطالبی که آدما پیشبینی هایی که شروع میکردن انجام دادن راجع به اینکه کرونا چه اتفاقی براش میفته و این زنگ خطر برام به صدا در اومد که واو مثلا به زودی قرار نیست که کرونا جمع بشه و این داستانه احتمالا ادامه دار خواهد. یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که یه جلسه آنلاین با همه کسایی که کوورکینگ داشتن گذاشتیم. حالا من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم، ببخشید. با کسایی که کوورکینگ داشتن جلسه گذاشتیم و گفتیم پیشبینیتون اینه که کی این جریان تموم میشه. خود من پیشبینی این نیستش که تا مثلا یک سال آینده جمع بشه و ما خود ما مثلا تو صندوقمون تا 3 ماه آینده پول داریم و این اتفاق معنیش اینه که ما به زودی ورشکست خواهیم شد. بقیه هم خب کمابیش همین رو میگفتن. ما یه فرم نظرسنجی، یه پرسشنامه رو بین اعضامون پخش کردیم، نظر اونها رو بگیریم، چون نظر اونها نشون میداد که بازار به چه سمتی خواهد رفت و نظر اونها هم تقریبا اینطور بود که بالای 50% فکر میکرد حداقل تا 10 ماه آینده درگیر کرونا، ولی مثلا اونها هم میگفتن که استارتاپ ما تا 3-4 ماه آینده پول داره برای دوام آوردن و همه اینا نشون میداد که خیلی ها استارتاپشون رو جمع خواهند کرد، خیلی ها ترسیدن، خیلی ها از کوورکینگ خواهند رفت، اتفاقی که خب بعدا افتاد و ما یهو آمدیم بعد از عید وارد فضا شدیم و دیدیم که فضا خالیه، هیچکی نیومده و وقتی نمیان یعنی اجاره نمیدن، ولی هزینه های ما همچنان پابرجاست و خلاصه داستانه زیادی که ما هی از روش های مختلف سعی کردیم که آدم های جدید رو وارد کوورکینگ کنیم. مثلا مارکتینگمون گاهی اوقات عوض شد و آدم هایی که آمدن از
در واقع بازارهای جدید بودن و خدا رو شکر فعلا عبور کردیم از این بحران. یا من برای اینکه شاید به درد بعضی ها بخوره، اینه که یکی از کارهایی که کردیم بود که هزینه هامون رو شروع کردیم کاهش دادم. مثلا من تیم اجرایی خودمون رو جمع کردم و گفتم که بچه ما امسال با بحران جدی مواجهیم و احتمالا نمیتونیم حقوقا رو افزایش بدیم و من خواهشم اینه که اگر میخواید یا برید یا اگر میمونید با حقوق پارسال بمونید. با کسایی که آوتسورس کار میکردیم یا موقتا در واقع قطع همکاری کردیم اونایی که میشد، یا اینکه ازشون خواهش کردیم با هزینه های پارسال با همون کار کنن. خیلی از قبضامون رو که میتونستیم ندیم در چند ماه ندادیم تا بتونیم هزینه های واجبمون رو جبران کنیم. یعنی در واقع یکی از کارهایی که شما وقتی درآمدتون کاهش پیدا میکنه مجبورید انجام بدید اینه که هزینه هاتون رو بیارین پایین. و خب ما با همین کارا تونستیم که در واقع صندوقمون رو پر با پول نگه داریم تا زمانی که دوباره پول و درآمد برگرده به صندوق و بتونیم دوام بیاریم. جناب صبحان من خیلی ممنونم، توضیحات خیلی خوبی دادین و بالاخره خدا رو شکر که این راهکارا جواب داده. من فعلا سوال دیگه خدمتتون ندارم، چون دوستان دیگه هم سوال دارن. حالا خیلی من استفاده کردم شخصا، خیلی متشکر. ممنون از شما، متشکر قربان. خانم زارعی من ایشون هم دسترسی دادم ولی سوالشون حالا دوست داشتم بیان صحبت کنم. نوشتن که با سلام، از دید شما چه حوزه کارآفرینی رو در ارتباط با معماری در آینده پتانسیل سرمایه گذاری داره؟ یعنی آینده سرمایه گذاری در حوزه معماری رو خواستید. ولی واقعیت اینه که من خودم ایده های تو حوزه معماری رو خیلی کم میشناسم، یعنی خیلی کم دیدم که ایده کارآفرینی تو حوزه معماری وجود داشته باشه و خیلی نمیتونم بگم. و واقعیتش اینه که اصلا تمام هدفم این بود که تو این صحبت بگم ما درسته که معماری خوندیم ولی میتونیم که کسب و کارمون غیر از معماری باشه. یعنی حتی میتونیم یه ایده‌ای رو راه بندازیم که الزاماً توش اصلا اثر و نشانی از معماری نیست، ولی یادمون باشه که همون موقع هم داریم از تبحر معمار بودن خودمون استفاده میکنیم. من الان 5 ساله کسب و کاری رو انجام میدم که هیچ ربطی به معماری نداره، ولی همچنان احساس میکنم که اگه یه روز معماری نخونده بودم اینقدر راحت توی این کسب و کار نمیتونستم مانور بدم. اینکه چه ایده هایی پتانسیل دارن رو نمیدونم، ولی خب مثلا واقعیت افزوده argumented reality بهش میگن، در واقع چیزیه که خیلی ها دارن میرن سراغش و میشه باهاش کارایی کرد، ولی واقعیت اینه که شاید مثلا 20% به نظر من معماری توشه، باز خیلی برنامه نویسی و آشنایی با این موضوع توش وجود داره. خانم مددی پرسیدن که چطوری میتونیم اعضای تیم مناسبی رو در کنار هم بذاریم. راستش این از اون سوالاییه که واقعا جواب پیدا کردن براش کار راحتی نیست و واقعا باید بگم که خیلی از کسایی که کسب و کار رو انداختن هم همین چالش شما رو دارن. داستان اینه که شما وقتی میخواین یه همتیمی رو پیدا کنین، اول از همه باید به این نشه رسین که میخواین اون رو شریک کار خودتون قرار بدین یا میخواین بهش حقوق بدین یا میخواین کارتون رو آوتسورس کنین به یک نفر. فرض کنیم حالا معمولا چون ایده های استارتاپی زیاد تو حوزه نرم افزار هستن، من میرم سراغ این که فرض کنیم یه ایده ای رو داریم که مثلا یه اپی رو بنویسیم یا یک سایتی رو راه بندازیم. خب من معماری خوندم و معمولا هم اینطوریه که بلد نیستم در نرم افزار بنویسم، پس اولین همتیمی که میخوام کسیه که بلد باشه حالا کد بزنه و دیولپ کنه داستان رو. ولی معمولا کار کردن با کد نویس ها بسیار سخته، بسیار سخته، تعهدشون به کار خیلی وقتا پایینه و داستان اینه که کار شما رو مثلا که نصف انجام بدن یا کد کثیف بزنن یا هزار تا داستان دیگه. پیدا کردن این فرد خودش یه داستانه. حالا اینکه من بهش کار آوتسورس کنم، اون حالا با فرض اینکه برنامه رو به من تحویل بده ولی بذاره بره و من بعداً برای توسعه اون برنامه داستان داشته باشم یا نه، یه مثلا است. اینکه استخدامش کنم و حقوق بالایی معمولاً میخوان که خیلی وقتا برای یه استارتاپ پرداختش سخته، یه مسئله دیگه است. و اینکه بهش بگم تو بیا به جای اینکه حقوق بگیری مثلا از من سهم بگیر، اینم داستان داره. بعد
مثل ارائه دادن به سرمایه گذاره، باید اون آدم رو مجاب کنیم که ایده شما کار میکنه و مجابش کنیم که چرا خودش نره ایده شما رو پیاده کنه، حضور شما اونجا به چه درد میخوره، نقش شما چیه، این ایده رو دارین، پول که بهش نمیخواین بدین، حرفتون هم که در حد یه ایده است، خب این ایده رو خودش میره اجرایش میکنه، چه احتیاجی به شما داره. برای این شما باید مثل این که دارین اون رو به عنوان سرمایه گذار وارد میکنین، انگار که اون داره به جای پول عمرش رو میاره خرج این استارتاپ میکنه، قانعش کنین که استارتاپ شما با حضور شما و ایشون یک محصول موفق بیرون خواهد داد. همه اینا داستانه خیلی پیچیده‌ایه که واقعا خیلی نمیتونم بهش جوابی بدم. همون ویلکام تو کلابه دیگه، یکی از اولین مشکلاتتون همینه. من یه سوال دیگه داشتم، چه مهارت هایی برای کارآفرینی تو حوزه معماری لازمه و چه جوری میشه اونها رو به دست آورد؟ حالا به نظر شما، حالا شما گفتین فن بیان خوبی، اگر کتابی تو این حوزه هست یا فعالیت هایی که بچه ها بتونن استفاده کنن خیلی خوبه. ببینیم مشخصا ما یه سری مهارت های کسب و کاری میخوایم، مثل مارکتینگ کردن، مثل فروش، مثل مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی. خیلی از اینها مهارت‌هایی هستن که معمولا توی دوره MBA گذرونده میشن، یعنی شما توی دوره MBA میگذرونین همینها رو یاد میگیرین. من خودم به همین دلیل رفتم MBA خوندم، چون فکر میکردم که یه سری چیزایی هست که من بلد نیستم که به مشکل میخورم و رفتم و اون مسائل رو یاد گرفتم. یه سری مهارت ها هم هستش که ما بهش میگیم سافت اسکیلز، یعنی تو دنیا بهش میگن سافت اسکیلز. سافت اسکیلز هم حوزه‌های خیلی زیادی هم و تایتل های خیلی زیادی رو دارن. یک بار تحقیق میکردیم راجع به سافت اسکیلز ها، فکر میکنم بین 60 تا 100 تا مهارت رو یا عنوان رو به عنوان مهارت نرم تعریف کرده بودن توی مقاله های مختلف. ولی غالبا شاید مثلا مهارت تعامل کردن، مهارت کار تیمی کردن، حل تعارض، حل مسئله، حالا چیزی که ما معمارا من معتقدم بلدیم حل مسئله است، ولی برای حل مسئله معمولا کلی کورس و کلاس گذاشته میشه، مهارت مذاکره کردن، اینها مهارت هایی هستن که جزء سافت اسکیلز ها حساب میشن و خیلی واجبه که ما اصلا فارغ از این که میخوایم معماری کنیم یا میخوایم یک کسب و کاری راه بندازیم باید بلد باشیم. یعنی اغلب ما معمارها نمیتونیم خوب پیش بریم، نه به خاطر اینکه خوب بلد نیستیم دیزاین کنیم، به خاطر اینکه خوب بلد نیستیم تعامل کنیم، خوب بلد نیستیم حتی تو سازمان خودمون با تیم خودمون مثلا رفتار سازمانیمون رو درست انجام بدیم. برای این خب یاد گرفتن اینها خیلی مهمه. من تو پرانتز بگم، خیلی وقتا ما میگیم که ما معمارا میگیم فلانی رو دیدی مثلا اصلا یک قرون معماری بلد نیست، همه کاراش هم کپیه، بعد هم میگیم معلوم نیست چطوری انقدر داره پول در میاره. داستان همینه، داستان اینه که اون 40% مهارته که ما فکر میکنیم خیلی خیلی مهمه رو شاید 20% داره، ولی اون 60% رو که ما همیشه فراموشش کردیم رو 59% داره و ما تمام تمرکزمون رو گذاشتیم رو اون 40%. و بعد فکر میکنیم که همش پیش خودمون این سواله که چرا فلانی میتونه موفق باشه، یعنی پول خوب در میاره از این مهارته ولی ما نه. اجازه دارم یه سوال بپرسم؟ بله بله. من یه پادکستی رو چندین ساله که گوش میدم و خیلی علاقه دارم به نام How I Built This، یعنی من چطوری این رو ساختم، که با کارآفرینایی که مثلا یونیکورن دارن تو آمریکا و از هیچی شروع کردن یا مثلا به 500 میلیون دلار رسیدن با اینا صحبت میکنه. یه آقایی هست به نام گای راز، پادکست بسیار جالبیه، هر هفته با یک کارآفرین صحبت میکنن و یک سوالی همیشه تو این پادکست پرسیده میشه، از همه میپرسن، منم خیلی علاقه دارم که این سوالو از شما بپرسم. میگه تا چه حد موفقیت فعلی خودتون رو ناشی از شانس میدونین و چقدرش رو از تلاش و در واقع اون نقاط قوتی که خودتون داشتین؟ این سوال خیلی قشنگیه به نظر من. راستش من به چیزی به عنوان شانس که اصلا اعتقاد ندارم، اصلا مفهوم شانس رو نمیفهمم یعنی چی. حالا من دیدگاه خداپرستانه دارم و معمولا حمایت خدا رو پشت هر اتفاقی میبینم توی داستان زندگی خودم. کسی که شاید دیدگاه مثلا
خدا باورانه نداشته باشه براش این هم قابل پذیرش نباشه. و در مورد شانس من اشاره میکنم به یه مقاله‌ای که گفته بودن مثلا من شما چی توی اون روزنامه دیدید؟ اونهایی که معمولا آدم هایی هستن که تو زندگیشون موفق بودن یا احساس موفقیت میکردن دیده بودن که یه فرصت رو دیده بودن لای اون مقاله، لای اون روزنامه. مثلا یه آگهی دیدیم که خیلی جالب بود، بعدا میرم نگاهش میکنم یا بهش زنگ میزنم، یه تخفیفی رو دیدم، یه چیزی رو. و اونایی که همیشه احساس میکنن بدشانسن و بدبختن و نمیدونم موفق نمیشن، همش خبرهای بد رو دیده بودن. نگاه من به شانس اینه که همینه. این که چقدر تلاشه، من فکر میکنم که خیلی خیلی در واقع اصلا تمام تلاشم رو کردم بگم که مسیر کارآفرینی چقدر سخته و چقدر باید کفش آهنی بپوشیم و چقدر باید تلاش کنیم. اصلا هیچ موفقیتی نمیتونه یک شبه به دست بیاد. حتی اونی که الان یک کسب و کاری رو راه میندازه و یک شبه موفق میشه، اگر حالا آقازاده نباشه و رانتی استفاده نکرده باشه، حاصل سالها تجربه ایه که قبلا کسب کرده، حالا یه دفعه برندش سری رشد میکنه. پس باید بدونیم که تلاش خیلی تأثیره. من نمیدونم من موفق حساب میشم یا نه، ولی هر چیزی که تا الان کسب کردم یا هر شکستی که تا الان مثلا نخوردم و زمین نخوردم، حاصل شکست خوردن ها و زمین خوردن های سابقی بوده که تجربه کردم و بلند شدم و صبر کردم و صبورانه ادامه دادم. فکر میکنم خیلی متشکرم. ممنون. من یک سوال دیگه ازتون بپرسم. این که ما بحثمون کلا کارآفرینی در حوزه معماری بوده، میخواستم ببینم آینده این حوزه رو، کارآفرینی در حوزه معماری و استارتاپ رو، آیندهش رو چجوری می‌بینیم؟ مثلا خیلی‌ها هستن میگن که معماری 50 سال دیگه نابود میشه، اصلا دیگه چیزی به اسم معماری وجود نداره که ما طراحی کنیم و فقط معماری شام. البته این یک حوزه است، دیده شد دیدهای متفاوتی هم وجود داره. فقط کسایی که مثل نورمن فاستر، مثل اشخاص بزرگ که دوست دارن ویلاهای مثلا آنچنانی بسازن، سراغ این آدم ها میرن. این نگاهتون به این آینده فیوچرش چیه؟ میشه توضیح بدین؟ حقیقتش من تهدیدهای زیادی رو جلوی فضای معماری میبینم، اونم نه الان که سال 1400. من خیلی وقت پیش این تهدیدها رو حس کردم و از ذهن خودم فکر میکردم که وجود داره. من سال 94 خیلی جدی معماری رو کنار گذاشتم، در واقع 6 ساله تا حالا میگفتم 5 سال، ولی چند وقت پیش در واقع یه دفترچه قدیمیمو پیدا کردم که سال 92 نوشته بودم که من امسال باید آروم آروم بتونم معماری رو کنار بذارم و برم سمت یک شغل دیگه. میخوام بگم که من از اون زمان به همه دوستان میگفتم که من آینده شغل معماری رو، آینده روشنی نمیبینم. دو تا زاویه تهدید هم براش میبینم. یه زاویه جهانی، همون چیزی که شما گفتین، خیلی چیزها داره در واقع تهدید میکنه این شغل معماری رو، پیشرفت تکنولوژی، همین واقعیت افزوده و خیلی داستان‌های دیگه دارن تهدیدش میکنن. و یکی هم بحث داخلیه که خب از همون زمان من میدیدم که اقتصادمون داره جذابیتاشو از دست میده و رو به افوله و اولین چیزی هم که صدمه میخوره معمولاً طراحی کردن و معماری کردنه که خیلی ها شاید دیگه حاضر نیستن به راحتی بابتش پول بدن. و از اونور تعداد معماراست که به طرز وحشتناکی تو ایران داره زیاد میشه، حالا فارغ از اینکه الزاما همه مثلا چون فارغ التحصیل معماری شدن معمار خوبی هستن یا نه، تعداد کسایی که برچسب معمار روشون بود خیلی داشت زیاد میشد، بازار داشت کوچیک میشد. برای من اون زمان به این نتیجه رسیدم که دیگه زمان مناسبی برای این شغل نیست، نه از نظر مالی نه از نظر روحی، دیگه ازش لذت نمی بردم. و خب آروم آروم هم
مسیر خودم رو تغییر دادم. برای همین چیزی که من میگم اینه که بله، منم موافقم آینده معماری آینده روشنی نیست، الزاماً نمیشه گفت صفر میشه و هیچ کسی سراغ طراح و معمار نخواهد رفت، ولی میتونم بگم که جذابیت هایی که شاید 30 سال پیش داشت، 40 سال پیش داشت، یا حتی 20 سال پیش زمانی که من رفتم دانشگاه داشت رو الان نداره و 20 سال دیگه قطعا همین جذابیت های امروز رو نداره، نخواهد داشت. ممنونم. دوستان اگه سوال دیگه ندارین، مثل اینکه دیگه بچه ها سوال دیگه ندارن، جناب سوکن اگر شما صحبت پایانی، حرف پایانی دارین، خوشحال میشین با ما با بچه ها در میون بذارین. اگر هم کتابی رو به بچه ها، یک کتاب تست مامان معرفی، اگر کتاب دیگه ای هم معرفی کنین ممنونش میشه. ببینین هر کسی که قصد داشته باشه کسب و کار استارتاپی رو راه بندازه، من میتونم توصیه کنم روکر جالبی توی راه انداختن یک کسب و کار جدید یا ایجاد یک محصول جدید، تولید یک محصول جدید. الزاما نمیتونم بگم چه کتابی براش خوبه، ولی با این موضوع میشه مقاله خوند، سرچ کرد، یعنی چه به انگلیسی سرچ کنیم لین استارتاپ، چه فارسی معمولا به اسم استارتاپ ناب یا نوپای ناب مثلا ترجمه شده و کتاب به این اسم هم وجود داره. این باعث میشه که ما خیلی از اشتباهاتی که توی راه انداختن کسب و کار انجام میدیم رو یاد بگیریم که انجام ندیم، یاد بگیریم. مثلا خیلی وقتا توی حالت سنتی میگن برو یه محصول کاملش کن بعد ارائه بده به بازار، ولی لین استارتاپ دقیقا داره میگه که چطوری ما یاد بگیریم یه محصول رو توی ورژنه اولیش بدیم به بازار با هزینه کمتر و بعد فیدبک بگیریم و بعد کاملش کنیم، که اصطلاحا حالا بهش میگن MVP. من فکر میکنم قبل از راه انداختن کسب و کار، خوندن این کتابا یا خوندن حالا مقاله تو این حوزه، الزاماً نه کتاب خیلی جدی رو بخوایم بخونیم، مقالاتی هم میشه پیدا کرد که تو اینترنت پیدا کنیم، کمک میکنه که ما کسب و کارمون رو بهتر و با هزینه کمتر، ریسک کمتر جلو ببریم. ممنونم. فکر کنم بچه ها دیگه سوالی نداشته باشن. ممنون از وقتی که در اختیار ما با دوستان قرار دادید. امیدوارم بچه ها استفاده کنن و کارآفرینی موفق در آینده داشته باشن. انشالله. من امیدوارم که تونسته باشم مفید باشم و کمک کرده باشم. متشکرم. ممنون. فیلمم در داخل آپارات ما قرار میگیره. متشکرم جناب سوکن. ممنونم بچه ها. خدا حافظ. خدا نگهدار. ممنون از اینکه به من این فرصت رو دادیم که با بچه‌ها. ممنون از شما. خدا نگهدار.